درگیری جوانان با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در میدان پونک تهران، درگیری مردم شهرستان سیویک هرمزگان با ماموران سرکوبگر و تیراندازی هوایی، ادامه اعتراض دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران، تجمع دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی گرگان، تجمع اعتراضی مردم در کرمانشاه، اعتراض گسترده مردمی به قطعی آب آشامیدنی در اصفهان، اعتراض کارگران کارخانه پلی اکریل در اصفهان، تجمع کارگران اخراجی شرکت شیمیایی فلزی خاور در پاکدشت، حرکت اعتراضی کشاورزان مبارکه اصفهان، محکومیت اعدام زندانیان سیاسی توسط زندانیان گوهردشت و قزلحصار کرج، اعدام 3 زندانی در کرمانشاه و سردشت و شلیک ماموران انتظامی به روی مردم در جاده بندرعباس مینا و قتل 2 هموطن. جوانان در مرکز تجاری بوستان واقع در میدان پونک تهران جمعه شب 10 آبان با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی و مزدوران گشت موسوم به ارشاد که 2 دختر جوان را به بهانه آخوندساخته بدحجابی دستگیر کرده بودند درگیر شدند. جوانان در حالی که پاهای خود را به زمین می‌کوبیدند به سمت ماموران هجوم بردند و ماموران هم که به شدت ترسیده بودند سریعاً به سمت در خروجی این مرکز فرار کردند. مردم خشمگین بندر گروک از توابع شهرستان سیریک هرمزگان در اعتراض به قتل 3 تن از اهالی توسط ماموران جنایت پیشه انتظامی تظاهرات گسترده‌ای برپا کردند و با این ماموران درگیر شدند. نیروهای سرکوبگر برای سرکوب تظاهرکنندگان اقدام به شلیک هوایی کردند و برای کنترل اعتراضات از بندرعباس نیروی کمکی به این منطقه اعزام کردند. این 3 نفر که از مردم محروم این منطقه بودند همراه با 7 نفر دیگر از اهالی برای صید به دریا رفته بودند که ماموران به روی آنها آتش گشودند. 2 تن از قربانیان شهرداد حیدری و فرامرز قصری نام دارند. دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران روز شنبه 11 آبان نیز به اعتراض خود ادامه دادند. آنها خواستار کنارگیری رهایی رئیس مزدور دانشگاه و توقف احضار دانشجویان هستند. دانشجویان دست نوشته های اعتراضی بر روی زمین چیده و تمام محوطه دانشگاه را پر کردند. دست نوشته های اعتراضی شامل این عبارات بود: اوین دانشجوی مادام العمر میپذیرد، اعتصاب غذا، رهایی از رهایی و رهایی حیا کن، دانشگاه رو رها کن. جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در اعتراض به وضعیت وخامتبار خدماتی روز شنبه 11 آبان ماه جاری تجمع کردند. جمع کثیری از مردم منطقه زینبیه اصفهان، مردم منطقه خراسان و همچنین جمعی از مردم روستاهای نزدیک به اصفهان در خیابان جی و اطراف ترمینال یزد تجمع کردند و به قطعی مکرر و طولانی مدت آب آشامیدنی اعتراض کردند. شماری از مردم کرمانشاه در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از تحویل دادن خانه هایشان در چارچوب موسوم به مسکن شهر تجمع کردند. این خانه ها که در منطقه دولت آباد کرمانشاه واقع است قرار بوده 3 ماه پیش به صاحبان آن تحویل داده شود. بیش از 800 تن از کارگران کارخانه پلی اکریل ایران در اعتراض به جداسازی برخی از شرکت‌های زیرمجموعه این کارخانه در مقابل ساختمان اداری آن در اصفهان تجمع کردند. کارگران گفتند با این تصمیم امنیت شغلی خود را در معرض تهدید می‌بینند. کارگران اخراجی شرکت شیمیایی فلزی خاور در پاکدشت در مقابل کلانتری این شهر تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالبات عقب افتاده خود شدند. بیش از 9 ماه است حقوق کارگران پرداخت نشده است. جمع زیادی از کشاورزان مبارکه اصفهان روز شنبه 11 آبان ماه در مقابل شهرداری رژیم تجمع کردند و به غصب زمین‌های کشاورزی توسط رژیم آخوندی اعتراض کردند. زندانیان سیاسی زندان‌های گوهردشت و قزلحصار کرج
اعدام حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی دو زندانی سیاسی کرد و اعدام 16 زندانی سیاسی در زاهدان توسط دشخیمان رژیم آخوندی را محکوم کردند. آنها گفتند به جلادان میگوییم کشتار زندانیان دردهای بیدرمان شما را علاج نخواهد کرد. زندانیان سیاسی گوهردشت و قزلحصار از مجامع بین المللی خواستار محکوم کردن این جنایات وحشیانه شدند. زندانی سیاسی ارجنگ داوودی اعدام 16 تن از زندانیان سیاسی در زاهدان را محکوم کرد و از دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار دخالت برای متوقف کردن این جنایت ها شد. وی طی بیانیه ای اعلام کرد کشتار بیخردانه 16 هموطن بلوچ داله بر وجود سازمان یافته و روشمند تروریسم دولتی در رژیم ولایت منحط فقیه خونخوار است که نه تنها مزدورانش به انواع فسق و فجور آلوده‌اند، بلکه رهبران این حکومت جبار برای بقای قاصبانه خود از ارتکاب هر گونه رذالت چون فاجعه کهریزک و هر گونه جنایتی چون کشتار اسیران بلوچ ابا ندارند. اعتصاب قضای زندانی سیاسی دکتر اسماعیل برزگری همچنان ادامه دارد. وی در اعتراض به شکنجه‌های وحشیانه رژیم آخوندی در زندان اوین از روز شنبه 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده است. وی طی نامه‌ای نوشت 20 اردیبهشت سال 90 دستگیر و 8 روز را در یک منزل مسکونی با شکنجه‌های حیوانی که منجر به شکسته شدن استخوان گونه صورتم گردید روبرو شدم. رژیم جنایتکار آخوندی روز پنجشنبه 9 آبان 2 زندانی را در کرمانشاه به دار آویخته است. پیمان قادری یکی از اعدام شدگان است که 9 سال از عمر خود را در زندان دیزل‌آباد سپری کرده بود. صبح یکشنبه 12 آبان یک زندانی به نام عزیز آذری اهل سردشت نیز در زندان این شهر اعدام شد. بنا به گزارش‌های دریافتی یک زندانی به نام منصور راوند در انتظار اعدام به سر می‌برد. وی همبند رضا اسماعیلی بود که هفته گذشته در ارومیه توسط دشخیمان اعدام گردید. روز پنجشنبه 9 آبان ماموران جنایتپیشه رژیم در جاده بندرعباس به سمت میناب بر روی 2 خودروی تویوتا و پژوی شهروندان آتش باز کردند و هر 2 خودرو و 2 سرنشین آن در آتش سوختند. این جنایت در 15 کیلومتری بندرعباس اتفاق افتاده است. این چندمین بار است که ماموران انتظامی مردم بیگناه را به بهانه قاچاق سوخت در جاده‌ها به گلوله می‌بندند.